کارنامه یک سال دولت تدبیر و امید حسن روحانی کابینش امروز و فردا یک ساله میشه. کارنامه یک ساله دولت روحانی رو چطور ارزیابی میکنید؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنید. من رازیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه های روی خط با شما همراه هستم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا درباره ارزیابی کارنامه یک ساله دولت آقای حسن روحانی در ایران. یک سال پیش دولت حسن روحانی در همین روزها به مجلس معرفی شد، رأی اعتماد گرفت و آغاز به کار کرد، وعده داد، وعده هایی که آیا تحقق پیدا کرده؟ آیا وضعیت اقتصادی بهتر شده؟ وضعیت فرهنگی بهتر شده؟ وضعیت حقوق بشر در چه زمینه‌های موافقین، در چه زمینه‌های مخالفین، چه دیدگاهی دارین، چه تغییری کرده وضعیت زندگیتون، آیا راضی هستین، آیا برایند رأیی که در خرداد ماه به نحو آقای روحانی داده شد و ایشون از رقبای خودشون جلو افتادن و الان رئیس جمهوری ایران هستن برای شما راضی کننده بوده؟ بیاین روی خط از طریق فیسبوک، اسکایپ، تلفن و پیامگیر برنامه با ما تماس بگیریم و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین که گزارشی رو که همکارم رضا یگانه آماده کرده در مورد نگاهی کوتاه به یک سال گذشته و کارنامه آقای روحانی با هم ببینیم، بعد این بحث رو دنبال میکنیم با دیدگاه‌های شما. ملت سرافراز ایران. حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهوری ایران، زاده 1327 در شهر سمنان. او در دانشگاه تهران در رشته حقوق تحصیل کرد و تا سال 56 یک روحانی گمنام بود. اما هنگامی که در یک سخنرانی از آیت الله خمینی در تبعید با عنوان امام یاد کرد، بختیارش شد. حسن روحانی پس از انقلاب عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمد و از همین حزب به اولین مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد. او همزمان به عنوان نماینده آیت الله خمینی در پدافند هوایی کشور انتخاب شد. حسن روحانی در سال 1366 به عنوان یکی از اعضای هیئت سه نفره با رابرت مکفارلین که از سوی رونالد ریگان به تهران سفر کرده بود مذاکره کرد. این اولین فعالیت او در عرصه دیپلماسی بود. حسن روحانی پس از درگذشت آیت الله خمینی و تجدید نظر در قانون اساسی به دبیری نهاد تازه تأسیس شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد. سخنرانی او در حوادث پس از کوی دانشگاه تهران در روز 23 تیر ماه از او چهره ای اصولگرا ترسیم کرد. اما ریاست جمهوری محمد خاتمی دوران تازه‌ای برای کارنامه سیاسی او بود. در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان مذاکره کننده ارشد اتمی با گروه 5+1 انتخاب شد. مذاکراتی که به نتیجه هم رسید، اما با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری او هم از این سمت کنار رفت و از سوی هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک انتخاب شد. سمتی که 8 سال در اختیارش بود و فرصتی برای تدوین دیدگاه‌هایش در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی فراهم کرد. او سرانجام در سال 92 نامزدی خود را در انتخابات اعلام کرد و با شعار حل بحران هسته‌ای بر رقبای نظیر سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف پیروز شد. جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رأی به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدم. حسن روحانی پس از پیروزی اعلام کرد 100 روز پس از تشکیل دولت به مردم گزارش خواهد داد چه تحویل گرفته و چه برنامه‌ای برای حل مشکلات دارد.
او ابتدا پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه فرستاد و پس از آن ایران را به میز مذاکرات بازگرداند. حسن روحانی سال گذشته در اولین سفر به سازمان ملل با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مکالمه تلفنی داشت. Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. گپی که گفته می شود به توافق هسته‌ای در ژنو منجر شد. او در زمینه اقتصادی اعلام کرده که تورم را از 40% به 25% کاهش داده و در حال برنامه ریزی برای اشتغال 2.5 میلیون بیکار است. اما این کارنامه به گفته نهادهای حقوق بشری در زمینه حقوق بشر مثبت نیست. هم تعداد اعدام افزایش یافته و هم حصر رهبران ناراضی حوادث سال 88 ادامه دارد و هم روزنامه نگاران هنوز بازداشت می شوند و آزار سازمان یافته اقلیت های دینی هم متوقف نشده است. اهالی فرهنگ هنوز در اراده دولت برای مبارزه با سانسور و رعایت آزادی بیان تردید دارند. همچنان که کاربران اینترنتی نیز در دیوار بلند فیلترینگ نفوذی نیافتند و حضور در این فضای مجازی برخورد در پی دارد. اما به نظر می‌رسد دولت روحانی همه تلاش خود را در جهت حل بحران هسته‌ای معطوف کرده که تحریم‌های ناشی از آن اقتصاد ایران را به ویرانی کشانده است. پرونده‌ای که باعث شده دولت‌های ایران و آمریکا پس از 35 سال با هم گفتگو کنند. اما یک پرسش همچنان به صورت جدی مطرح است. آیا آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران به دولت اجازه خواهد داد تا توافق نهایی پیش رود؟ رضا یگانه، صدای آمریکا، واشنگتن. همونطور که دیدین همکارم در گزارش به نکات زیادی اشاره کرد که در طول یک سال دولت آقای روحانی این اتفاقات افتاده. اجازه بدین یک بررسی دیگه هم بکنیم. نگاهی میکنیم به خبرگزاری ایرنا، گزارشی که منتشر کرده بود از وضعیت اقتصادی و بنا به این گزارش دولت آقای روحانی در طول این یک سال در 4 شاخص کل اقتصادی مثبت بوده وضعیتش. این 4 شاخص رو کنترل نقدینگی همونطور که می‌بینیم، بهبود وضعیت تولید، افزایش رشد اقتصادی و تغییر شرایط بورس اعلام کرده. در حالی که این موارد رو خبرگزاری ایرنا بهش اشاره کرده، اما سازمان ملل متحد و همینطور نهادهای حقوق بشری وضعیت حقوق بشر رو در ایران وخیم‌تر توصیف کردن. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم هستش. آقای روحانی به اون وعده‌هایی که دادن نتونستن به دقت عمل بکنن و همراه بوده با تنزل سطح آزادی بیان، محدودیت، توقف و تعطیلی رسانه‌ها و مطبوعات، همینطور آمال بالای اعدام. مسعود، همونطور که دیدیم تو گزارش هم البته اشاره کرده بودین همکارمون بهش، آقای بان کی‌مون هم از تعداد اعدام‌ها گفته که بین 500 تا 625 اعدام صورت گرفته تا سال 92 تا انتهای سال 92 که از این تعداد 57 تا از این اعدام‌ها در ملأ عام صورت گرفته، که خب این وضعیت حقوق بشر رو در ایران میگن وخیم‌تر هستش. بله، سازمان عفو بین‌الملل هم اعلام کرده بود که تنها در 2 هفته اول سال جاری میلادی 2014 نزدیک به 40 نفر در ایران اعدام شدن. بحث حقوق بشر در ایران درسته. بحث جدی، بحث رو ادامه میدیم. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ تلفن‌ها، اجازه بده یه بار یه مروری بکنیم به پیامگیرمون. پیامگیرمون رو همونطور که میدونین دو هفته یه راه افتاده، شمارش هم همینطور که میبینیم ما الان اینجا داریم، 202-382-7205. نکاتی رو که باید رعایت بکنین هستش که پیام‌هاتون رو کوتاه بذارین برای ما. اگر میتونین حتما 2 تا 3 ساعت قبل از شروع برنامه که ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران هستش، بتونین قبل برنامه برای ما پیام رو بذارین خیلی بهتر هست. همکاران هم وقت میکنن این پیام ها رو آماده کنن. اسمتون یا نام مستعارتون رو برای ما بذارین ممنون میشم. ما پیام های زیادی دریافت میکنیم، متاسفانه کیفیت خوبی نداره، صدا رسان نیست، به همین دلیل ما نمیتونیم این پیام ها رو پخش بکنیم. یکی دیگه از موارد این که صدای تلویزیونتون بلند هستش، صدای تلویزیونتون رو پایین بیارین، خواهش میکنم. این خیلی کمک میکنه که صدا رو ما بتونیم پخش بکنیم حتما پیام شما رو. و از موارد دیگه ای هم که من میخوام از شما رعایت بکنیم به بازپخش برنامه هستش. در ساعت بازپخش خواهش میکنم تماس نگیرین. ما هنوز هم تماس هایی رو داریم که برای بار دوم که بازپخش هست تماس میگیرین که متاسفانه به هیچ عنوان ما نمیتونیم این رو در برنامه مطرحش بکنیم. منتظر پیاماتون هستیم. پیامی رو هم دریافت کردیم، اجازه بدیم با هم میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه و با تلفن ها.
آقای روحانی هیچ کاری که نکرده باشه، حداقل کاری که کرده اینه که سعی داره میکنه نیروهای مخالف یا همون اپوزیسیون رو به هم دیگه نزدیک بکنه، البته به روش خودش، یعنی خیلی آهسته و پیوسته. بله، اینم یک نظر بود. جواد از تهران با اسکایپ با ماست، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که با این موضوع امشب من در خدمتتون هستم. بفرمایید. من فقط در مورد بخش فرهنگی عملکرد آقای روحانی این نکته رو بگم. دیروز من میدون دربند بودم تهران. بله. یه گیتار رو دوشم بود، از ورود ساز به کوه ممانعت کردن. یعنی آقای روحانی و کابینه‌اش، حالا من اگه وقت بشه میگم خدمتون، فقط وعده هایی دادند که مردم پسند هست تا بتونن انتخاب بشن، و این هم به دلیل عملکرد ضعیف شورای نگهبان بود که نتونست افراد با صلاحیت تری رو بفرسته. در مورد وضعیت اقتصادی من این رو بگم بهتون، من الان با فوق لیسانس از یکی از بهترین دانشگاه تهران توی یک رشته فنی مهندسی 2 سال دنبال کار میگردم. کارهایی که برای من پیدا میشه ماهی 700-800 هزار تومن که حتی نمیصرفه من پول کرایم رو داشته باشم تا برم به محل کارم برسم. در مورد مسئله غنی‌سازی آقای روحانی بگم که افتضاح بود، چون نه تنها ما چیزی به دست نیاوردیم تو مسئله غنی‌سازی، تحریم ها هنوز سر جای به صورت حلزونوار داره تحریم ها کم میشه، ولی تمام آن چیز رو که سرش اصرار ورزید حکومتمون و 10 سال از هزینه 70-80 میلیون ایرانی خرج شد رو ایشون یک روزه تو ژنو به باد داد. یعنی شما آقای جواد، یعنی شما با اون روند قبلی که آقای جلیلی مذاکره میکردن موافقین در زمینه گفتگو؟ نه، موافق نیستم. اصلا موافق نیستم. هم آقای جلیلی و هم آقای روحانی به باد دادن. آقای جلیلی با صرف هزینه هنگفت یه چیزی رو به دست آورد که نمیارزید، ولی آقای روحانی همین چیزی رو که ما نابود شدیم سرش خیلی راحت‌تر به باد داد. به نظر من خیلی بیشتر میتونست امتیاز بگیره آقای روحانی، خیلی خیلی بیشتر در قبال این لغو غنی‌سازی اینها. و به طور کلی من شخصیت آقای روحانی رو شخصیتی حالا دروغگو یا فریبکار میدونم. ایشون حتی در مورد تحصیلاتشون، حتی در مورد زندگی شخصیشون ادعا میکنه که از گلاسکو مدرک گرفته. من دیگه خودم میفهمم، هنوز من 5 دقیقه صحبت کردن انگلیسی ایشون رو توی رشته کلام محور مثل حقوق ندیدم. من خودم دارم الان آزمون تافل میدم، حالیم میشه که کی داره دروغ میگه. ایشون چجوری یه PhD از گلاسکو گرفته که حتی 30 ثانیه نمیتونه انگلیسی صحبت کنه؟ من واقعا متاسفم واسه خودم و مردمم که به یه همچین آدمی رای دادن که به نظر من در حد نماینده مجلس هم نیست آقای روحانی، چه برسه ریاست جمهور. بله، این هم نظر جواد بود از تهران. انتقادهای تند و تیز در همه زمینه‌ها. روزیتا در فیسبوک چه خبره؟ تو فیسبوک هم خب ایده میگن که از نظر اقتصادی خیلی نتونسته کاری بکنه، از نظر سیاسی حوزه سیاسی تونسته تا حدودی موفق باشه. برخی هم نه سیاست داخلی رو نه سیاست خارجی رو قبول دارن. اینها رو تقریبا دسته‌بندی کردم. مسعود یه نگاهی بهش میکنیم. دانیال یکی از اون افرادی هستش که معتقد از نظر اقتصادی تغییر صورت نگرفته، میگه یکی از مهمترین وعده های آقای روحانی بهبود فضای کسب و کار بود که متاسفانه نه تنها بهبودی نداشته بلکه روز به روز وخیمتر شده. شاید تئوری و اهداف دولت ایشون بیشتر صرف حوزه سیاست خارجی و مذاکرات 5 به علاوه 1 بوده تا بهبود وضع اقتصاد داخلی. از کاربرای دیگه‌ای که به همین مورد اشاره کردن، جان هست که میگه فقط مصرف خارجی داشته واسه تحریم‌ها، یعنی ماموریت ایشون توی این حد بوده. اما یکی دیگه از کاربران تا حدودی موافق عملکرد دولت روحانی هست و میگه عملکردش با توجه به میزان خسارات وارده خیلی خوب بوده. بله، نکته‌ای که گفته میشه از آقای نیلی هم نقل شده، مسعود نیلی مشاور آقای دکتر، مسعود نیلی مشاور آقای روحانی، گفته که مشکل اصلی اقتصاد ایران افزون بر تحریم و رکود تورمیه. این پدیده بسیار پدیده مهمیه. امیدوارم اگر که کسی در این زمینه صاحب نظر هست بیاد رو خط و کمک کنه به شکل گرفتن بحث. اشکان از کرمان با ماست، بفرمایید. اشکان صدای منو میشنوید؟ بفرمایید. بله، صدای منو دارید؟ بله، بفرمایید. بله، من اول واقعا ابراز تأسف کنم برای اون بیننده قبلیتون که تماس گرفتن. شما در مقابل اینکه به یک شخصیتی ایشون اینجور توهینا رو کردن،
حداقل باید واکنش نشون بده. حالا فرای از اینکه من خودم موافق آقای روحانی باشم یا نه، اینکه ایشون از الفاظی مثل دروغگو و فریبکار اینا آقای اشکان ببینید، شما یه نکته رو فراموش نکنید، برنامه روی خط برنامه دیدگاه ما نیست و ما هم تلاش میکنیم که اجازه بفرمایید من توضیح هم رو بدم. ببینید با ما خواهش میکنیم، بارها هم خواهش کردیم که در چارچوب صحبت کنن، اما یه نکته رو هم نباید فراموش کنید، سیاست مدار و هر کسی که وارد فعالیت سیاسی میشه خودش رو در حوزه نقد قرار میده، اما اون کسی هم که منتقدش هست باید چارچوب های اخلاقی رو رعایت بکنه. این هم یکی از اون مواردیه که در روی خط ما باهاش مواجه هستیم. امیدوارم که شما این چارچوب رو رعایت بفرمایید. تذکرتون هم ممنون. بفرمایید. اینکه آقای روحانی یا هر سیاستمدار دیگه این حرف شما کاملا درسته، هر کسی که مسئولیت قبول میکنه در درجه اول به قول ما ایرانی باید پی انتقاد کردن رو به تن خودش بماله. درست. این چیزی شکی نیست، اما اینکه حالا شما مانع از برخی الفاظ توهین‌آمیز این فرد به رئیس جمهور قانونی به کسی که بیش از 18 میلیون ایرانی بهش رأی دادن مانع نشدید برای من کم سوال. اما در مورد موضوع برنامه‌ت می‌خواستم صحبت کنم. آقای روحانی کسی هستن که از اول چه پیش از انقلاب که جزء مبارزان بودن بر علیه رژیم شاه و چه بعد از انقلاب که همواره از مسئولین جمهوری اسلامی بودن، فردی هستن که در دایره جمهوری اسلامی تعریف میشن، در دایره مسئولین با همه اختلاف دیدگاهی که شاید با طیف اصولگرا داشته باشه، شاید با طرف داشته باشه، یک شخصیتی هستن برای خودشون قابل احترام هم برای اغلب گروه ها هستن. و شما دیدید وقتی ایشون به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شد، همه نامزدها که با ایشون خوب داشتن رقابت میکردن که منصب ریاست جمهوری رو بگیرن، همشون رفتن به ایشون تبریک گفتن، در فضای کاملا آروم انتقال قدرت صورت گرفت و این نشانگر بلوغ سیاسی گروه های سیاسی ماست که حتی باخت که میدن میان قبول میکنن و به فرد پیروز تبریک میگن. این یکی این پس آقای روحانی رو نباید از دایره جمهوری اسلامی خارج کرد. در مورد اینکه ایشون تو این یه سال چه کارهای انجام دادن، کارهای خوبی انجام شده بالاخره. این که ایشون ادعا میکنن من در زمینه حسی دارم کارهای انجام میدم اینا، اما بزرگترین ایرادی که حالا خود من به شخصه به کارهای ایشون وارد میدونم، حالا تو زمینه اقتصادی رو من زیاد دوست ندارم وارد شم، اما بزرگترین ایرادی که من به کار ایشون وارد در زمینه اقتصادی که دوست نداریم وارد بشین، آیا تاثیر مثبت داشته در زندگی شما؟ مثلا تورم که میگن از 40% رسیده به 25%، واقعا در زندگی شما ملموسه؟ آقای روحانی البته اون حرفی که حالا من شنیدم، فکر کنم حالا تو دیداری بود یا جای مصاحبه چیزی کردن، گفتن تورم نقطه به نقطه. بله. حالا تورم کلی رو من بعید میدونم ایشون همچین صحبت کرده بودن. حالا اگه صحبت کردن، به نظر من تفاوت آنچنانی با سال قبل توی روزا نکرده. بله. چرا؟ توی بعضی مسائل، حالا میگم اگر بخوایم مثلا جزئی نگاه کنیم، ببینید اگه بخوایم مثلا میگم قیمت نون نخواهید نگاه کنید، قیمت لبنیات فلان، اما خب آقای روحانی یکی از درخشان ترین کارهاشون به نظر من توی یه سال گذشته تو بحث سلامت بوده که مقفول واقع شده. واقعا وزیر بهداشت که ایشون انتخاب کردن، خب یکی از پزشکان به نام ایرانی هست. شما منظورتون بیمه سلامت هست؟ بله، من اول در مورد خود آقای وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده خواستم بگم. آقای قاضی‌زاده تو این یه سال گذشته واقعا قدم‌های خیلی بزرگی در رابطه با مسائلی که مربوط به حوزه وزارتی خودشون هست برداشتن و واقعا اینجا جا داره که با توجه به اینکه شاید به برخی کالری آقای روحانی انتقاد بشه، تو این زمینه حتما از ایشون تشکر بشه. اما تو زمینه سیاست خارجی من به نظر من میرسه اینکه آقای روحانی همه تخم مرغ‌های خودشون رو به قول معروف توی سبد سیاست خارجی و مسئله مذاکره با غرب گذاشتن یه اشتباه بوده از اول. چرا؟ چون که تجربه به ما، حالا برخلاف اون چیزی که شما توی گزارشون پخش کردید گفتید که آقای روحانی با انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه ایران رو دوباره به میز مذاکرات برگردون، و ایران همیشه سر میز مذاکرات بوده، اما زیاد خواهی ها و بالاخره فشارهای غرب از منابع غیر رسمیشون و افرادی که داخل در این ماجرا بودن همیشه مانع از این بوده که توافق صورت بگیره. آقای روحانی الان هم متاسفانه توی این یه سال گذشته با توجه به روندی که ما شاهد هستیم، این نشون میده که غربی ها به هیچ وجه حاضر نیستن که توی این مسئله اون چیزایی که مد نظر ما حق مسلمان این برخلاف نظر رسمی اعلام شده دولت
آشکان، من فرصتم چون کمه از شما خداحافظی میکنم. دولت ایران، وزارت خارجه ایران رسما اعلام کرده که اختلاف نظرهایی وجود داره، از واژه زیاده خواهی استفاده نکرده، مذاکرات هم تا 4 ماه تمدید شده و ابراز امیدواری طرفین برای رسیدن به توافق. مسعود، اشاره کردی به صحبت‌های مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور. خبر آنلاین هم گزارشی بر همین اساس منتشر کرده که آقای نیلی گفته حتی اگه تحریم هم نمی‌شدیم بازم امروز دچار رکود تورمی می‌شدیم. خب این یه مقدار متفاوت از صحبت‌هایی که قبلا شده بود و میگه در 2 دوره قبل از انقلاب اسلامی و 8 سال اخیر با وفور درآمدهای نفتی مواجه شدیم که در هر 2 دوره بنگاه‌های تولیدی کشور با بحران و تعطیلی روبرو شدن. ادامه داده گفته که تولید ما الان کم عمق هستش، مثلا خودروساز خودرو تولید میکنه اما قطعات اون رو از خارج وارد میکنه چون قطع سازان داخلی تعطیل هستن. نداشتن بانک مرکزی مستقل از عوامل اصلی به وجود اومدن شرایط فعلی اقتصادی هستش. اقتصاد ایران میگه بانک محور بوده اما متاسفانه بانک‌های ما به جای روی آوردن به فناوری و اطلاعات بیشتر شعبه محور شدن. درآمدهای ملی کشور در 2 سال گذشته 20% کاهش پیدا کرده. اشاره کرده به مشکلات پیش روی رکود اقتصادی و میگه تنگنای مالی، کاهش سرمایه گذاری، کاهش تقاضای مؤثر و تحریم 4 مشکل بر سر راه خروج از رکود هستش. برنامه هایی رو هم بهش اشاره کرده برای خروج از این رکود، مثل بهینه سازی مصرف انرژی، تأمین انرژی، مسکن و صادرات غیر نفتی. اما اجازه بدین یه نگاهی هم بکنیم به نظراتی که برامون اومده در اینستاگراممون. کاربری به نام کمالی از عملکرد دولت راضی نبوده و میگه فقط کسانی به دولت روحانی، البته این با دید مثبت تقریبا نگاه کرده، ببخشید، میگه فقط کسانی به دولت روحانی نمره عالی میدن که کار منطقی و با خرد میخوان. کسانی که 8 سال به دولت پوپولیست احمدی نژاد عادت دارن و با اون مقایسه میکنن میتونن قضاوتهای اینچنینی داشته باشن، که البته این در پاسخ به کاربرانی هستش که خیلی منفی نوشته بودن. پیامی هم از طریق پیامگیر دریافت کردیم، با هم میشنویم، برمیگردیم. های دولت امید و تدبیر به شرح حزبی اعلام می شود. 1. حمله به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی. 2. فشار به زندانیان سیاسی و خانوادهایشان. 3. اعدام زمان آقای روحانی بیشتر از آقای احمدی نژاد بود. 4. فحشا، اعتیاد، بیکاری، پارتی بازی، خودکشی و اینا دستاوردهای آقای روحانی می باشند. با تشکر، حسن. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. بله، با برنامه به روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستیم. در مورد نقد 1 ساله کارنامه دولت آقای روحانی، فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد بفرمایید، شما روی خطیم. خواهشم عادت اینه که به اندازه اون آقای اشکان به من وقت بدید که از کرمان بود، ولی اینا لهجه اون شهر رو ندارن، اینا جای خوش معرفی میکنن. بگذاریم، الزاماً لهجه داشتن یا نداشتن دلیل بر اینه که تو اون شهر ساکن هستن یا نیستن نیست. سختی بارها میان، نمیتونم بهتون ثابت کنم، ولی جاش اینجا نیست. بفرمایید. اون نشسته بنده اول، منم واقعا متاسفم که مردم ما هر بار به یکی از اینا رأی میدن. به نظر من آقای روحانی خودش یکی از ستونهای این رژیم بود، آقای شخص امنیتی بود. آقای فرهاد ببینید، فرهاد، ما اگر که بخوایم این بحث رو از این زاویه پیش ببریم، در واقع شکل بحث عوض میشه، محتوای بحث عوض میشه. ما میخوایم این 1 سال رو نقد بکنیم. به نظر شما اتفاق خاصی در این 1 سال افتاده؟ من الان دقیقاً به همون بفرمایید اشاره کنم. جناب سفیری، ببینید آقای روحانی دقیقاً مثل یک بچه که کلاس سوم ابتدایی هست انشا یاد میخونه و تاکید میکنه روی کلمه‌ها، شعار چیز دیگه‌ای نداد.
ببینید حداقلش ایشون این بود اگه واقعا یه دولت انقلابی بود میخواست بیاد وضعیت اقتصادی مملکت خوب بکنه، این 600 نفری که سرمایه های مردم رو که توی بانک گذاشتن یک چهارم نقدینگی کشور رو در دست داشتن میومد محاکمه میکرد. اینا دزدی کردن چپاو، اینا نشون میده که واقعا یه یا ایشون میتونه این کارو بکنه یا داره دروغ میگه. اگه نمیتونه که باید بره کنار. نشون میده که واقعا ایشون دولت هم من چیزی که دارم در واقع میبینم این است که فناتیک بیشتر میشه. زن حق نداره با مرد توی نیمکت توی پارک بشینه. اینا فکر میکنم ایران به آدر ایران شرقی و غربی، یعنی مردا مثلا برن شرق زنها بیان غرب، یا شرق مثلا اصفهان همه مرد باشن شیراز آخر زن باشن، اون راحتشون میکنه. تنها چیزی که اینا دارن شباهت هایی که به طالبان، به داعش و به حکومت اسرائیل دارن، تجاوز و تمامیت خواهی. هیچ چیزی تغییر نمیکنه تا موقعی که این رژیم تغییر بکنه. من قبل از اینکه ایشون انتخاب بشه گفتم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد در چارچوب، فقط تنها کاری که ایشون دقیقاً میدونه آگاه و اینا خیلی باهوش هستن، میدونه که رژیم جمهوری اسلامی در خطره اگه نیاد سازش بکنه، مذاکرات اتمی رو نیاد قبول بکنه، یا حمله نظامی میشه یا تحریم‌ها فلج میکنه. ایشون قبول کرده و باور کنید انجام شده. هر دو دولت آمریکا و ایران میترسن از آدمای فناتیک که الان بیان اعلام کنن. شواهد عینیش از خرمایی که داره تو ایران از ایران میاد به آمریکا که قطع بود تا بارها چیزهای دیگه میتونید ببینید. باور کنید انجام شده و به سرعت نمیتونن همه تحریما رو بردارن. فرهاد من اجازه میدین از شما خداحافظی کنم تا یه برنامه دیگه؟ بله من با فرهاد خداحافظی میکنم. علی از ترکیه با اسکایپ با ماست. علی بفرمایید. به شما و تمامی همکارانتون جناب سفیری، شما اول برنامه‌تون یک برنامه چیزی اجرا کردین که تمام زندگی نامه آقای روحانی و حتی کارهایی که انجام دادن و شعاری که دادن حل بحران هسته‌ای و مکالمات تلفنی با باراک حسین اوباما و تورم از 45% به 25% و همه این مسائل رو در طول یک سال قشنگ بررسی کردیم. وضعیت حقوق بشر چیه؟ بهبودی اقتصادی در چه مرحله‌ایه؟ خب تمام کلیات برنامه رو گفتی. بس بحثی روی این مسئله نداریم. بله. اما میخوام ببینیم ارزیابی یعنی چی؟ اگر ما بخوایم به این شکلی ارزیابی کنیم که به عنوان مخالف هیچ چیزی مثبتی رو نبینیم یا به عنوان موافق هیچ چیز منفی رو به عنوان موافق هیچ منفی نبینیم، این کار درستی نیست. نقد کردن یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم بررسی کنیم آیا آقای دولت روحانی در وضعیتی که الان هستن، من یه سوالی میکنم از طرفداران موافق، میخوام به هر دوشون میگم بلی. از طرفداران موافق، آیا آقای روحانی که این همه مدرک حقوقی و مدرک و سابقه کار دارن تزی رو دادن، تز اقتصادی، تز اجتماعی، تز فرهنگی، مقاله ای دادن که بگن ما چه شکلی اقتصادمون در چه مرحله‌ایه و چه شکلی باید حل کنیم در چه مدتی حل کنیم؟ درست علی به نکته مهمی اشاره کردی. اگر در اون گزارش همکارم رضا یگانه هم دیده باشی، شنیده باشی، در واقع اشاره شده بود که ایشون دیدگاه‌هاشون، یعنی در واقع اولین رئیس جمهور ایران هستن بعد از انقلاب که دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسیشون رو تدوین کردن. حتی ما در صدای آمریکا کتاب‌های ایشون رو در یک برنامه ویژه نقد کردیم. جناب سفیری توجه فرمایید، بنده که از اقتصاد بسیار ضعیف میدونم من میتونم بگم حداقل مدعی متاسفانه بله. که بگم چرا اقتصاد ما به اینجا کشیده شده بله. ببینید اقتصاد ما، من میخوام ببینم در اقتصاد ما صنعت مادر ما کجاست، زبان ما کجاست، آیا آقای روحانی این سوال مطرح میکنن که چرا اقتصاد ما خوابیده، چرا با آیا امکانات نداریم، یعنی بالقوه نداریم که بالفعلش کنی بله. نیروهای فکری نداریم. ببینید من این مسئله رو مطرح میکنم، این که ما بگیم آقا اقتصادمون بده، آزادی نیست، اینا به این شعاره، ما همه میتونیم خیلی راحت شعار بدیم. من میتونم میگم تورم هست، فحاشا هست، همین چی هست، اما چه شکلی باید اینو حل کنیم بله. من به عنوان یک فردم، ولی آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه است و رأی 18 میلیون کردی رو داره. ببینید ایشون باید دکترینشون مطرح کنن، دکترین اقتصادیشون، دکترین فرهنگیشون، حقوق بشرشون رو ببینید، همه اینا رو مطرح کنن در این مقاله، بگه آقا ما به این مرحله میریم جلو. اما هم چیزی نیست جناب سفیری. ببینید میدونی چرا؟ چون من یه جمله بهتون گفتم، دولت ما یه دولت خاصیه، دولت باید صدا سیما زیر نظرش باشه،
اما هم چیز نیست. ببینید منظورتون علی منظورتون محدوده اختیارات دولته که محدوده در ایران؟ بله ببینید بله. چه آقای روحانی چه بنده‌ای که به عنوان منتقد یا مخالف بیرم اونجا با این شرایطی که وجود داره هیچ کاری نخواهم کرد، بسیار محدود میتونم فقط شعار میتونم بدم. ببینید چرا؟ ببینید یکی از وظایف از شما خداحافظی میکنم چون به نیمه برنامه رسیدیم. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه برنامه. همه مادران من اگه آبین بگه به مدیم سجا درامه همه خود گرکی من داستان مادرانی که سالها چشم انتظار ماندند. همه مادران من، فیلمی از ابراهیم سعیدی و زهاب سنجابی. سالها دو پتایه را پتیم نبند سوت آگر پیوند آگر بردان را وطنی میا به معمولی را پیدا بیپم ورا به حشد ایران میم وای به حشد زور کسی دو اکیمت هنی. همه ی مادران من شنبه 11 مرداد ماه 8 شب به وقت تهران در برنامه اکران. در اینستاگرام سامان میگه همه در این سیستم راهکارهای آزمایش و خطا رو برای پیشبرد اهدافشون و گرانی انجام میدن. دو نفر از کاربران در اینستاگرام مسئله مشکل اصلی این دولت رو سیاست و دین با هم بودن سیاست و دین نوشتن، ولی فرشاد یکی دیگه از کاربران میگه اگر مردم توقع دارن با اومدن این دولت به مدینه فاضله برسیم سخت در اشتباهن، ولی در مجموع با وجود تمام تندروی‌های حاکم و کارشکنی‌های موجود روند یک ساله مثبت بوده و تا حدودی امیدوار هستم. کاربر دیگه‌ای هم به نام علی در فیسبوک میگه دولت روحانی با شعار تدبیر و امید روی کار اومد و به نظرم از دولت احمدی نژاد که هیچ کس خیانتش رو به کشور فراموش نمی‌کنه بهتر بوده. اون هم به خاطر جلوگیری از حضور سپاه در کابینه بوده. به طور کلی عالی نبود ولی قابل قبول بود. مسعود؟ بله، دیدگاه های بسیار متفاوتی بین مخالفین و موافقین هست. اگر که در چارچوب بس ادامه پیدا بکنه امیدواریم که ادامه پیدا بکنه. محمد از تهران با ماست. محمد بفرمید، شما روی خطیم. شب شما بخیر. بفرمید. خدمتتون عرض کنم که ما نسبت به دو سال قبل بخوایم بررسی کنیم یه مواردی آرومتر شده، یعنی اون رشد تورمی اقتصاد حداقل به استوب رسیده. اون برداشتی که من به عنوان شهروند تو ایران دارم به استوب رسیده، ولی خدمت شما عرض کنم مشکلات ایران خیلی بیشتر و خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست که بخواد طی یک سال آقای روحانی بخواد درستش کنه یا شخص دیگه بخواد بیاد درستش کنه. مشکلات ایران انقدر پیچیده و انقدر که نامشخصه، به نظر من به این راحتی ها اصلاح نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما همین آقای روحانی خیلی کارها رو میخواد بکنه ولی خیلی آدم ها اصلا بهش اجازه نمیدن که این کارها رو بکنه و خیلی راحت اینها به جای اینکه برسن به امور رفع و فتح مملکت، به مشکلات مردم، به نمیدونم به اهداف کشور بخوان به اینها رسیدگی کنن، همش درگیر چالش های سیاسی بین خودشون هستن. یعنی این مهمترین قسمتیه که مانع رشد این کشور میشه. چند پاره شده از لحاظ اعتقادی، از لحاظ افکاری و لحاظ احزابی و دائما دولت مردای ما درگیر موضوعات سیاسی خودشون هستن. بله. خیلی ممنون، شبتون بخیر. ممنونم. امیر از آلمان با ماست با اسکایپ. امیر بفرمایید، شما روی خطیم. سلام. من قربان، اول میخواستم یه انتقادی داشته باشم اگه اجازه بدید به برنامه شما. بفرمید. چون شما خودتون میدونید که از ایران مردم عادی به راحتی نمیتونن تماس بگیرن. بله. یعنی اگر بگیرن به راحتی قابل کنترله. تمام سیستم مخابراتی ایران دست سپاه پاسدارانه. این بیشتر افرادی که به شما زنگ میزنن اینو خود مردم به وضوح میدونن، نشستن جلوی تلویزیون دارن هرس میخورن که به اصطلاح یه جای اونا نظر میدن.
شما به خوبی اینو میدونید که در کل سیستم مخابرات دست سپاه پاسدارانه و بیشتر کسایی که به شما الان این آقایی که صحبت کردن خیلی متین به نکته های بسیار مهمی اشاره کردن که دقیقاً لب مطلب رو رسوندن. امیر ما نمیتونیم سیستم فیلترینگ قائل بشیم و یا سیستم گزینشی قائل بشیم. برنامه روی خط مبنا رو بر اعتماد گذاشته. ما تلفن ها رو باز میکنیم. امیدوارم که شما هم از فرصتتون استفاده کنید در مورد همین یک مسئله صحبت کنید. از تذکرتون بسیار سپاسگزارم. اوکی من در این مورد ببینید آقای روحانی همونجوری که دوست ما الو بفرمایید امیر الان من صدای شما رو دارم بفرمایید. بله این آقایی که الان زنگ زدن دقیقاً به نکته مهمی اشاره کردن. به نظر بنده هم تا زمانی که مردم ایران نتونن قدرتشون رو نشون بدن، یعنی نشون بدن که این ما هستیم که تعیین میکنیم تو این مملکت چجوری باید سیاست گذاری، چه در رابطه با سیاست خارجی چه در رابطه با سیاست های دیگه، تا اون زمان این آقایون کار خودشون رو انجام میدن. یعنی الو بفرمایید امیر کوتاه صداتون قطع و وصل میشه متاسفانه. یعنی آقای روحانی به نظر من مشکلات ایشون مشکلات سیاسی هستن، برای همین باید ایشون با اصلاح طلب و سعی کنن حداقل برای یک بار یک راه پیمایی رو در به اصطلاح پشتیبانی از اصلاحاتی که داره صورت میگیره، حالا اگه بذاریم اسمشو اصلا اصلاحات. امیر من خداحافظی میکنم، صداتون قطع و وصل میشه. دیوید از سان فرانسیسکو با ماست. دیوید بفرمایید شما روی خطیم. دیوید از سان فرانسیسکو صدای منو میشنوین؟ الو بفرمایید. اوکی در نهایتش اینجوری که روحانی یه قسمتی از این رژیم ایرانه و با از احمدی نژاد خیلی با تربیت‌تر بوده، صحبتاش هم بهتره، منطقه در نهایت در اقتصاد ایران هیچ کار نکرده و هیچ کار هم نمیخواد بکنه. توی ایران دو قشن هستن، قشن متوسط به وجود نیست، چون یه آدم ها هستن خیلی پول دارن و اون آدم های هستن که توی لبستان زندگی میکنن و با این آخونده در تماسن و اینا با همدیگه دیل میکنن بازاری ها و اینا. یه قشن هم هستن یه قشن فقیر ایران هستن که اونا متاسفانه نمیتونن کار بکنن. نهایت اینه که روحانی بیاد یا هر کی بیاد یا رفسنجانی بیاد یا هر کی دیگه که بیاد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. با این رژیم از بین نره اقتصاد ایران صفره. تو شما تحت کنین الان بعد 3120 تومن بدین که یه دلار بگیرین. آخه چه اقتصادیه که آقای روحانی درست کرده؟ خیلی متشکرم. خدا ممنونم. روزی تا اختلاف نظرم میشه خیلی بالاست، نمیدونم بعضی چه جوریه. همونطور که توی فیسبوک هم من براتون خوندم دو سه دسته شدن اینها، ولی چتمون هم امروز خیلی پرکار هستش. پیام های زیادی از طریق چت دریافت کردم. مسعود از همین پیام ها مجید رو من براتون میخوام بخونم. میگه به نظر من در حوزه هایی مثل سلامت که میتونسته مستقل تصمیم گیری کنه بسیار عالی کار کرده، اما در سایر حوزه ها مثل اجتماعی و امور خارجه که تاثیرگذار در اقتصاد هم هست، که سایر ارگان ها به خصوص رهبری و سپاه هم در تصمیمات اون میتونن دخالت بکنن، نتونسته خیلی پرفروغ باشه. و یکی دیگه از کاربران در چت برنامه روی خط به نام جواد میگه که معتقد هستش که از زمانی که آقای روحانی اومده 70% کارخونه ها و کارگاه های تولیدی خابیدن. میگه خود یکی از اونها من هستم که ورشکسته شدم و اینه که مهمترین عاملش رو استفاده نکردن از اقتصاددانان برجسته میدونه و میگه که من روز اول انتخاب وزرا به برنامه شما هم میگه این رو گفتم که این وزرا هیچ کدوم کارنامه درخشانی ندارن، علتش هم بی‌لیاقتی اونها هستش. این نظر جواد هستش که در چت زنده روی خط برای ما، فیسبوک روی خط برای ما گذاشته. پیامی هم دریافت کردیم از طریق پیامگیر، اجازه بدیم با هم بشنویم، برمیگردیم، با ما همراه باشین. کارنامه یک ساله آقای روحانی، نظر شخصی ما عرض میکنم، من نمره منفی میدم. به دلیل اینکه ایشون در این یک سال شما حساب بکنید برخورد نیروی انتظامی، مسئله بهداشت این دوستمون از کرمان زنگ زدن و از
سلامت و بهداشت در مملکت خیلی بدتر شده. گرانی دارو و خدمات پزشکی بسیار بد شده. تورم اعلام میکنن کم شده ولی در عمل اصلا این گونه نیست. شما حساب کنید وزارتخونه‌هایی که زیر مجموعه ایشون هستن اینا درست عمل نمیکنن. توجه بفرمایید قیمت خودرو میره بالا و دولت ایشون نمیتونه جلوشو بگیره. مگه خودروسازای ما جزء وزارت صنایع نیستن؟ مگه هرکی که نیروی انتظامی زیر مجموعه وزارت کشور نیست؟ و خیلی از مسائلی که چه کار کردن ایشون؟ ایشون الان تو یک سال فقط دارن دنبال مسئله انرژی هستی هستن. هیچ حرکت دیگه مثبت ما در ایشون ندیدیم. آیا هستن از اسفان؟ بله، پیام از مشهد با ماست با اسکای. پیام بفرمید، شما روی خطی. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. آقای سفیری، من خواستم یه مطلبی رو بگم. بفرمایید. به عنوان کسی که هم در رشته‌های مهندسی کار می‌کنم و هم تو بحث بازرگانی دارم کار می‌کنم. بفرمایید. دوستایی که اصلاح نظر می‌کنم، من نمی‌دونم، ولی فکر می‌کنم که نه با اصول بازرگانی ایران آشنا، نه با ساختار تولید مملکت آشنا. بله. چرا که کشور ما الان در اون وضعیتی که الان گیر کرده از نظر تو بحث تحریم ها، یک رئیس جمهور هیچ کاری نمیتونه بکنه. تنها چاره‌ای که داره آقای روحانی اینه که اول مشکلات خارجی رو حل کنه. بله. هر اتفاق کشور بیفته برای آبادانی کشور، اول نیازه که ایشون بیاد مشکلات بین‌المللی رو حل کنه، مشکل ما رو با دنیا حل کنه، ارتباطات اقتصادی بانکیمون حل بشه و تکنولوژی انتقال پیدا کنه. وقتی که تکنولوژی انتقال پیدا کنه، مواد اولیه میاد، بعد میشه فضای کسب و کار راه میاد. اما پیام ببینید، نظر شما درست، ظاهرا آقای روحانی هم همینطوری فکر میکنه که گفتگوهای هسته‌ای رو محور فعالیت‌های خودش قرار داده. ولی مثلا بحث محیط زیست، نجات دریاچه ارومیه، واقعا این یه اراده میخواد؟ شما ممکنه که اشاره بکنید که یه بخشی از حکومت دست دولت نیست، مثل قوه قضاییه، اینو میشه تا حدی پذیرفت، اما چرا سکوت دولت رو باید بپذیریم؟ من میخواستم همین رو به شما بگم. ببینید، ما باید واقعیت رو قبول کنیم. 75% الو بله بفرمایید، صدای شما رو هم شما رو خطی باید واقعیت قبول کنیم. 75% قدرت دست رهبری و نهادهای رهبریه. ببینید، ما باید یک کسی رو قبول، یادمون باشه رئیس جمهور آقای خاتمی گفتن نهایتاً یه تدارکات چیه خوبه. هیچ وقت رئیس جمهور نمیتونه کار خاصی انجام بده. رئیس جمهور خیلی بتونه هنر کنه، چند تا کار اجرایی کوچیک میخواد انجام بده. ببینید، اختیاراتی که الان رئیس جمهور داره، مردم ها یادش اومد باشه. پس شما بر مبنای همون 25% که میگین در اختیار آقای روحانی است، به کارنامه یک ساله ایشون چه نمره میدین؟ من خودم بهشون نمره 90 میدم. میدونین چرا؟ بله. چون ایشون اول اومدن مهار اون تنش‌های ارزی رو از بین بردن، التهاب بازار، اون مردم که هر شب می‌خوابیدن بیدار می‌شدن قیمت‌ها رو می‌دیدن دچار افسردگی می‌شدن، اون قضیه الان از بین رفته. بله. فرآیندهای تولید یواش یواش داره روم میشه. بله. ایشون یک اصلاحاتی باید در بحث نظام مالیاتی ما انجام بده، باید نگاه مالیاتیش بره سراغ واسطه‌گرا. ببینید، ما و ایشون وارث یک زلزله 25 ریشتری بوده، زلزله‌ای که اگه تو هر کشور دیگه اومده بود الان سرانجام مثل سوریه یا افغانستان داشت. ضمن اینکه شما یادتون باشه، ما الان کشورمون الان شدیداً به خاطر سیاست غلط دولت آقای احمدی نژاد، حتی ما معرض خدای نکرده تجزیه بودیم. ببینید، فشارهایی که به اهل سنت آوردن، چرا آقای روحانی اومدن اول یک مسئول گذاشتن برای اقلیت‌های مذهبی، چرا آقای یونسی رو گذاشتن؟ برای دلجویی از اونا. اونا تو 8 سال گذشته شدیداً تحقیر شده بودن. ببینید، ایشون هیچ کس الان یادش نمیاد که توی یک سال گذشته به اندازه که آقای روحانی دلجویی کرد از اقلیت‌ها خیلی بالا بود. ولی آقای روحانی چقدر اختیار داره؟ خیلی متشکرم. پیام به نکته مهمی اشاره کرد. بله، اینکه اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی و اختیارات رهبر در قانون اساسی، اما سوال اصلی هم مطرح میشه، این هستش که اون چه که دولت داره انجام میده آیا در چارچوب اون هست و راه درستی هست یا خیر؟ کارنامه یک سال است پیش روی نقد. بابک از انگلیس با ماست، بفرمید بابک. بفرمید. من قبل از اینکه نظر خودم رو در مورد آقای روحانی بیان کنم، من فکر میکنم ما باید یک بررسی بکنیم، ببینیم قبل از انتخابات چه اتفاقی افتاد که منجر به روی کار آمدن آقای روحانی شد.
دو تا نظر وجود داره در رابطه با بابک. من بابک میتونم خواهش بکنم شما نقد یک ساله کارنامه ایشون رو بگیرید، چون ما در مورد انتخابات صحبت نمی کنیم. نه من چون این ارتباط داره با این مسئله، من خیلی خلاصه میکنم. بفرمایید. من میگم که این نظر، یک نظر این بود که آقای میگم بین اصولگرایان اختلاف افتاد و آقای روحانی و طیف فکری وابسته به اون از این مسئله استفاده کرد و در انتخابات پیروز شد، و از طرف دیگه این نظر وجود داره که آقای خامنه‌ای به دلیل مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های اقتصادی به وجود آمده بود، با مهندسی انتخابات آقای روحانی را برای اینکه مشکلات اقتصادی و مخاصمات خودش را با آمریکا و کشورهای اروپایی رفع بکنه، به این نتیجه رسید که آقای روحانی بهترین مهره هست. با توجه به کارنامه یک ساله آقای روحانی، من بله. بگم نظر دوم که مهندسی شدن انتخابات بوده وزنی سنگینی پیدا کرده. این که در طی این یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده، من میخوام بگم که صحبت‌های آقای صفار هرندی قبل از انتخابات به نظر من جالب بود. آقای صفار هرندی در یک مصاحبه که کردم گفتم مسئله این نیست که چه کسی بیا سر کار، مسئله اینه که ما بتونیم اون شخص را کنترل کنیم مطابق با برنامه‌های خودمون. در طول یک سال گذشته اگر ما به کارنامه آقای روحانی توجه بکنیم، می‌بینیم که در مسئله برنامه اتمی بیشترین تلاش صورت گرفته، چون بله. در رابطه اصلی با مشکلاتی بوده که رژیم باش مواجه بوده. در رابطه با مسائل اقتصادی یک سری به قول معروف ما اون نوسانات قبلی را نداریم، یعنی شما این در طول یک سال گذشته قیمت ارز تقریبا ثابت مونده. این به این دلیل که چون اقتصاد ایران تحت کنترل جناح‌های حکومتی هست، اینها برای اینکه از این وضعیت بحرانی عبور کنند به این نتیجه رسیدن که این نوسانات رو دامن نزنند. قبلا چون اختلاف داشتن ما شاهد این نوسانات بودیم. بنابراین من میخوام بگم که این توجیه اقتصادی نداره. این به دلیل در هم تنیدگی منافع جناح‌ها با مسائل اقتصادی. اما در دیگر بابک خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم. بعد از یک تنفس کوتاه برنامه رو ادامه میدیم. همراه ما باشیم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا. این کاری که انجام داده رابطه ایران رو با دنیا مثبت کرده. برخی از کاربران اشاره کردن به بالا رفتن قیمت بنزین و فکر میکنن که این یکی از مشکلاتی بوده که در این یک سال، مهمترین مشکلی بوده که در این یک سال پیش اومده. از این کاربران امین در اینستاگرام به این اشاره کرده، افشین یکی دیگر کاربران هستش، علی همینطور و احمد. یکی دیگر از کاربران هم با اینها هم عقیده بوده بودیم به نام بون و میگه قیمت اجناس در همه زمینه نسبت به سالهای قبل بیشتر شده. بزرگترین دستاورد دولت روحانی در سال 93 افزایش قیمت بنزین و سامانه حمل و نقل و در نهایت همه چیز بوده. این نظر این کاربران بوده. عبدالله در اسکایپ میگه که دولت روحانی یک دولت مستقل نیست و دستور از جای دیگه میاد و وقتی نمیتونن مالیات بر درآمد خودشون رو از چند مغازه بگیرن و استیلای کامل بر دولت داشته باشن، باید منتظر چنین اوضاع نابسامانی باشیم. اما یک پیامی هم از طریق پیامگیر دریافت کردیم، اجازه بدیم با هم بشنویم، برمیگردیم. یک ورزشکار مثلا رشته وزنه برداری وقتی میخواد روی میدان بره وزنه رو برداره، انگار که میتونه وزنه رو برداره،
ولی دو طرف وزنه عده دیگر فشار روی وزنه وارد میکنن که نمیتونه وزنه رو بالای سر بزنه. این است که آقای روحانی نمیتونه کارشو به نو احسن پیش ببره. بله جعفر از آلمان با ماست. جعفر بفرمایید. با درود به خانم ایراندوس و آقای سفیری. بفرمایید. عرض کنم که حرفا زیاده ولی خب زمان ما نداریم. زمان خیلی به ما تعلق نمیگیره. ما نور چشمیان نیستیم. نور چشمیان از ایران هستن که واقعا میگم 7 دقیقه بهش وقت دادی. جناب آقای سفیری 7 دقیقه تایم گرفتم، 7 دقیقه به اون وقت دادی ولی که 40 ثانیه به من وقت نمیدی، من زود خودم تمومش میکنم. بفرمایید. بماند آقای پیام از مشهد لطف کردن تشریف آوردن، گفتن که بنده 90 میدن. دوست عزیز شما 90 میدی، من منفی منفی منفی، حتی یه 90 900 هم بدهکارش میکنم. آقای کارنامه اصلا درست نکرده، بجز بدبختی به سر ملت ایران چیکار تونست بکنه؟ چه قدم مثبت برای مملکت من برداشته؟ 1 سال که خوب، اگر 10 سال دیگه مونه کاره ای نیست. ایشون سوپا پترینانه، از حسن ور میدانن حسینی میذارن سر جاش، هیچ کس کاره ای نیست تا موقعی که این رژیم ریشه کن نشه. از ریشه ببینید جعفر، آیه جعفر ببینید، یه نکاتی هست که برای کسانی که در داخل استاندارده، کسانی که در ایران زندگی میکنن، مثلا اینکه هوای سالم استنشاق بکنن، اینکه هوای آلوده، بنزین‌های آلوده توزیع نشه، اینکه دغدغه‌ای وجود داشته باشه در مورد محیط زیست، حتی 15% اگر واقعا تورم مهار شده باشه در زندگی مردم میتونه تاثیرگذار باشه. ما باید با این نگاه، با این استانداردها هم بعضی از عملکردها رو ارزیابی کنیم، نه در مقام دفاع از کسی و یا سیستمی. به سیستم نه، من اصلا کار من شما واقعا 15% از نظر مملکت من 15% از نظر تورم مهار شده. آقا هیچ اصلا آبم از آب تکون نخورده، حتی بنزین شما میگی بنزین آلوده، من موضوع بنزین آلوده نیست، ایشون بنزین اومده حتی گرونترش هم کرده. حالا ما کار نداریم که آلوده بوده که غیر آلوده، ولی که در کل هیچ کار مثبتی برای مملکت من تو اینا اصلا انجام نمیدن. متشکرم، خیلی ممنون از شما. ممنونم. امین از نروژ با ماست. امین شما روی خطیم، بفرمایید. درود بر شما و تشکر از برنامه خیلی خوبتون و اجرای متین شما و همکاران. سپاسگزارم، بفرمایید. ما باید اوضاع رو از دید هموطنامون داخل کشور نگاه کنیم. همیشه باید خواسته هامون رو در یک کفه ترازو و داشته هامون رو و شرایطی رو که داریم رو در کفه دیگر ترازو قرار بدیم. از لحاظ سیاسی قوه مجریه در ایران یک قوه مستقل نیست، همه میدونن. بنابراین از دولت هم نمیشه انتظار داشت که تغییرات سریع در همه عرصه‌ها رو داشته باشه، از جمله عرصه فرهنگی، عرصه اقتصادی و عرصه سیاسی. باید شرایط دیگری هم نگاه کرد که ایران تحت تحریم هست. هر کشور دیگه مثل ایران این شرایط در این شرایط تحریم بود، اوضاع بهتر از ایران رو نداشت. از لحاظ سیاسی هم از اولین روزای کار دولت آقای روحانی دیدیم که وزارتخونه‌های مهم دولت ایشون رو افراد دیگه مشخص کردن، مثل وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت اطلاعات. بنابراین آقای روحانی اگر هم بخواد کاری انجام بده، با توجه به ترکیب کابینش و اینکه تحت نظر افراد بالاتر از خودش هست، نمیتونه این کار رو انجام بده. در مجموع اون چیزی رو که من در سال گذشته از کار ایشون دیدم قابل قبوله. ممنونم از اینکه اومدین روی خط. روزی تا به دقایق پایانی داریم میرسیم.
دقیقاً. جلال یکی دیگه از کاربران میگه سیاست‌های دولت هیچ فرقی نکرده، همشون یه عقیده و هدف رو دارن، چیزی ارزون نشده، کدوم مزایا اضافه شده؟ قیمت دلار و ارز رو میگه عمدن بالا نگه داشتن که درآمدشون رو برای کمک به گروه‌های تروریستی خارج کم نکنن، پس سیاست‌ها ثابت هستن، فقط دروغ رو با روشی جذابانه و ماهرانه‌تر میشنویم و ما هم خودمون رو فریب میدیم و میگیم وضعیت بهتر شده، در حالی که جلال دید منفی داره نسبت به این موضوع. علیرضا از اون دست از کاربرانی هستش که در اینستاگرام نظرش رو گذاشته و مثبت نگاه میکنه، میگه با یک سال نمیشه در حوزه اقتصاد فلج ایران انتظار معجزه داشت، ولی با گذشت زمان امیدوارم به بهبود شرایط و تغییرات برسیم، در هر صورت از دوران وحشتناک که احمدی نژاد بهتر هستش. پیامی هم دریافت کردیم از طریق پیامگیر، اجازه بدیم با هم بشنویم، برمیگردیم. از فیلتر شورای نگهبان رد میشه و میاد بر مردم حالا حاکمیت میکنه یا به عنوان مسئول جمهوریت خودش رو مطرح میکنه، ایشون همونجا کارنامهش باطل هست. همون نقطه‌ای که شورای نگهبان ایشون رو تایید کرده یعنی باطل، و بنابراین نباید از کسانی که شورای نگهبان آقای خامنه‌ای تاییدشون میکنه ما انتظار داشته باشیم که معجزه بکنن. بله، پویا از قم با ماست با اسکایپ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام. خسته نباشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون. قبل اینکه بحثو شروع کنم برمیگردم برای انتخابی که برای آقای روحانی عرضم حضور شما انتخاب کرده. انتخاب اونا، انتخاب آقای روحانی از قبل انتخاب شده بود. اصلاً عرضم به حضور شما مردم وقتی که بچه‌ها میان الان آقای پوریا میتونم خواهش کنم در مورد کارنامه ایشون صحبت بفرمایید؟ کارنامه ایشون هم خب معلومه، از بعد آقای احمدی نژاد اصلا هیچ تغییری، حتی بدتر هم شده، چه از نظر نیروی انتظامی. خود من الان که چون که تو کار فنی هستم بیشتر میرم توی منزل ایرانی ها باشون صحبت میکنم. صدای شما رسان نیست. بهروز از هلند با ماست. بهروز بفرمایید. سلام، خسته نباشین. بفرمایید. با عرض معذرت میخواستم این مسئله رو من مطرح بکنم که فرقی نمیکنه که آقای روحانی کارآمد چیه یا چه کرده. درسته خب نسبت به آقای رئیس جمهور قبلی یه مقدار بهتر عمل کرده. بله. توی یه چارچوبای بهتر محترمانه تر در سطح بینون برای مخصوص، ولی تا زمانی که باید خط از بالا بگیره نه از مردم، همین آش و همین کاسه است. به هیچ وجه هیچ چیز درست نمیشه. ممنونم بهروز. در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم. مجید از اوهایو با ماست. مجید بفرمایید. من حدودا یک ماه هستش که از ایران آمدم آمریکا. بله. در نتیجه اینطور نیستش که به قول دوست عزیزمون بیگانه باشم با اون چیزی که تو ایران نیست. بله. اون چیزی که قابل پذیرشه صحبت آقای مجیده. آقای روحانی توی کارنامهش از صد میگیره، به دلیل این که اون ناخدای کشتی بود که در هم شکسته. این کشتی هیچ نیروی محرکه‌ای نداره، اگر نمی‌شد غرق می‌شد. یعنی اگر آقای روحانی نمی‌اومد مطمئناً ایران در معرض چیز قرار می‌گرفت مثل کشورهایی که در اطراف ما هستن، به دلیل این که فساد بی‌نهایت زیاد بود. موضوع مهمتر اینه که نیروهایی که به عنوان نیروی محرکه باشه باید کمک آقای روحانی بکنن مخالف اون هستن. ما قوه قضایی مطمئنی نداریم، به همین دلیل و همینطور نیروی پلیس مطمئن که کمک آقای روحانی باشه، و همین دلیل آقای روحانی داره سعی میکنه شرایطی به وجود بیاره که بتونه این کشتی شکستا رو به مکانی برسونه که بعد به بهره برداری برسه. ممنونم مجید. ما به پایان برنامه داریم میرسیم. قبل از اینکه به بخش پایانی برنامه رو ادامه بدیم یه پیام ما گوش میکنیم با هم. دو پیامگیر اومده. من محمد هستم از آلمان زنگ میزنم. تا زمانی که سیاست با دین
واقعا تو انباشه رای برای نجات ایران نیست. در چت برنامه علیرضا میگه اول اینکه سر و سامانی به وضع به هم ریخته نظام داده شده و از موج تنش‌های سیاسی درون نظام اندکی کاسته شده و اینکه اندکی هم تو حوزه اقتصاد یک سری پیشرفت‌ها داشتیم ولی میگه هنوز خیلی محسوس نیستش. بعضی از کاربران هم که من متاسفانه نتونستم نظراتشون رو بخونم، میخوام تشکر کنم ازشون. نایب، سوران، احمد، سیاوش، پرسپولیس، امیر و حمید، ممنونم از نظراتتون و با عرض معذرت که نتونستم من امروز نظرات شما رو منعکس کنم. بله روزی تو، من هم از امید و مجید و آقای صنایع عذرخواهی میکنم. به یک هفته پایانی برنامه روی خط رسیدیم، با موضوعات جدید از روز دوشنبه آغاز میکنیم. سری بزنیم به فیسبوک برنامه تا از هفته آینده برنامه هامون ارتباط پیدا کنیم. شب بر همه شما خوش، تا هفته آینده. روز شبتون خوش.